هاینریش بول، نویسنده نامدار آلمانی، روز 21 دسامبر 1917 در شهر کلن به دنیا آمد. در 20 سالگی پس از اخذ دیپلم در یک کتاب فروشی مشغول به کار شد، اما سال بعد از آن همزمان با آغاز جنگ جهانی دوم به خدمت سربازی فراخوانده شد و تا سال 1945 را در جبهه های جنگ به سر برد. بیشتر دوران خدمت سربازی او در جبهه های شرق آلمان بود و در پایان جنگ هم به جبهه فرانسه اعزام شد که در آنجا برای چندین ماه به اسارت متفقین درآمد. پس از جنگ به تحصیل در رشته زبان و ادبیات آلمانی پرداخت. در این زمان برای تأمین خرج تحصیل و زندگی در مغازه نجاری برادرش کار می‌کرد. در سال 1950 به عنوان مسئول سرشماری آپارتمان‌ها و ساختمان‌ها در اداره آمار مشغول به کار شد. در سال 1947 اولین داستان‌های خود را به چاپ رسانید و با چاپ داستان قطار به موقع رسید در سال 1949 شهرت یافت. در سال 1951 با برنده شدن در جایزه ادبی گروه 47 برای داستان گوسفند سیاه موفق به دریافت اولین جایزه ادبی خود شد. در 1956 به ایرلند سفر کرد تا سال بعد کتاب یادداشت‌های روزانه ایرلند را به چاپ برساند. در 1971 ریاست انجمن قلم آلمان را به عهده گرفت و همچنین تا سال 1974 ریاست انجمن بین المللی قلم را پذیرفت. بول در سال 1972 توانست به عنوان دومین آلمانی بعد از توماس مان جایزه ادبی نوبل را از آن خود کند. هاینریش بول در سال 1976 خروج خود و همسرش را از کلیسای کاتولیک اعلام کرد. او در 16 ژوئیه 1985 از دنیا رفت و جسد او در نزدیکی زادگاهش به خاک سپرده شد. تا لحظاتی دیگر قصه کوتاهی از هاینریش بول را برایتان خواهم خواند. مزه نان. هوای نمناک و آمیخته به بوی ترشیدگی از زیر زمین به سوی مرد می آمد. او به آرامی از پله های لزج پایین رفت و کورمال کورمال وارد تاریکی مایل به زردی شد. از یک جایی چیزی می چکید، یا سقف آسیب دیده بود یا لوله آب ترکیده بود. آب با آوار و گرد و خاک آمیخته شده بود و پله ها را مانند کف آکواریوم لغزنده کرده بود. مرد به رفتن ادامه داد. از میان دری که آن پشت قرار داشت نوری آمد. مرد در سمت راستش در تاریک روشن تابلویی دید. سالن پرتونگاری، لطفاً وارد نشوید. مرد به نور نزدیکتر شد. نور زرد و لطیف بود و لرزشش باعث شد تا مرد بفهمد که این میبایست نور شمع باشد. مرد همچنان که میرفت به اتاقهای تاریک سرک کشید. او در هر یک از اتاقها متوجه صندلیها و کاناپه های چرمی در هم ریخته شده و کموت های شکسته شده و پخش شده بر زمین شد. دری که نور از آن خارج میشد کاملا باز بود. راهبه ای با ردای آبی بر تن کنار شمع بزرگ محراب ایستاده بود. زن داشت سالاد را در یک کاسه لعابی به هم می زد. برگ های سبز به رنگ سفید در آمده بودند. مرد صدای آرام چلپ چلوپ سس را در ته کاسه شنید. زن با دست دراز و گلگونش برگ ها را می چرخاند و گهگاه برگ های کوچک از لبه کاسه می افتادند بیرون. زن برگ ها را به راحتی بر می داشت و دوباره می انداخت داخل کاسه. کنار جاشمعی یک قوری بزرگ حلبی قرار داشت و از درونش بوی سوپ رقیق می آمد. بوی آب داغ، پیاز و یک نوعی از حبوبات. مرد به صدای بلند گفت عصر بخیر.
راهب رویش را برگرداند. چهره تازه گلگون زن ترس را نشان می داد. او به آرامی گفت: خدای من، چه می خواهید؟ سس شیرمانند از دستان زن می چکید و بر بازوان نرم و کودکانش چند برگ کوچک چسبیده بودند. زن گفت: خدای من، مرا ترساندید، چیزی می خواهید؟ مرد به آرامی گفت: گرسنه‌ام. ولی مرد دیگر به راهبه نگاه نکرد. او داشت سمت راستش را می نگریست. مرد به داخل کمد بیدری نگاه کرد که در آن توسط فشار هوا کنده شده بود. باقی مانده تکه تکه شده در چوبی بر لولای در آویزان بود و زمین با تکه های ریز رنگ پوشیده شده بود. داخل کمد نان وجود داشت، تعداد زیادی نان. آنها سرسری روی هم چیده شده بودند. در آنجا بیشتر از یک دوجین نان وجود داشت و همه تا شده بودند. آب خیلی سریع در دهان مرد جمع شد. مرد سبیلش را فرو داد پایین و فکر کرد: نان خواهم خورد، حتما نان خواهم خورد. مرد به راهبه نگاه کرد. نگاه کودکانه زن نشانگر همدردی و ترس بود. زن گفت: گرسنه؟ گرسنه اید؟ زن با حالتی پرسشگرانه به کاسه سالاد، قوری و نانهای روی هم چیده شده نگاه کرد. مرد گفت: نان، لطفا نان. زن رفت به طرف قفسه و نانی بیرون آورد، آن را گذاشت روی میز و داخل کشو دنبال چاقو گشت. مرد با آرامی گفت: ممنون، چاقو لازم نیست، نان را می توان با دست هم نصف کرد. راهبه کاسه سالاد را گذاشت زیر بغلش، قوری را برداشت و از کنار مرد گذشت و رفت بیرون. مرد با عجله لبه نان را جدا کرد. چانه اش می لرزید. تکان خوردن عضلات دهان و فکش را احساس می کرد. سپس مرد دندانهایش را درون تکه جدا شده و ناصاف نان فرو برد و شروع به خوردن کرد. مرد داشت نان می خورد. نان کهنه شده بود. مطمئناً یک هفته از پختش می گذشت. یک نان خشک و خاکستری رنگ با مارک مقوایی مایل به قرمز از یک کارخانه. مرد به فرو بردن دندانهایش در نان ادامه داد و حتی پوسته مایل به قهوه‌ای و چرم مانند آن را خورد. قرص نان را در دستانش گرفت و تکه‌ای دیگر جدا کرد. با دست راستش می‌خورد و با دست چپش قرص نان را محکم گرفته بود. مرد همچنان در حال خوردن بود. او نشست روی لبه یک صندوق و هرگاه تکه ای جدا کرد، نخست قسمت نرمتر آن را گاز زد و بعد تماس نان با گرداگرد دهان خود را همچون عطوفت خشکی احساس کرد، در حالی که دندانهایش پیوسته در نان فرو می رفتند.